پاپا بویز. واو واو لیلا، برو بریم. گروه پاپا بویز، گروه پاپا بویز جمعی از دانشمندان مخترعین صنعت رپ از روم همراه ما هستند. اسم آهنگ که والیلاه، ولی حالا اینجا گفت روم و اینا تصویر، ولی گاووازی میگه تو اسپانیا نی، ولی در کل کاوری که داره والیلاه رو نوشته، نه این بالونا اون بالاست، این چیز گاووازیشون یارو پارچهه صورتیه، در حالی که باید قرمز باشه، یه گاو داره حمله میکنه انگار همین فاز ماتادور بازی، و نوشته قیمت BTC رو بیلبورد نوشته. گروه پاپا بویز جمعی از دانشمندان مخترعین صنعت رپ از روم همراه ما هستند. پاپا از حال و هوای الان موزیک برای جامعه موسیقی ایران بگید. اوکی، کانسپت اینجوریه که انگار دارم باشون مصاحبه میکنم، بگو چه خبره. سنیوریتا میخوای ما رو بس کنی ها؟ یه چیزایی میگم ولی نمیگم کیان. یه سری اتفاق افتاده، میخواد غیر مستقیم راجبش حدس بزنه، ما حدس بزنیم کیان. یه سری چیزا رو اگه بدونی که با ویلا دایی چاقه چای داغه، به پاچم در و دیوار به هم میگن چابلا وا لیلا. یه سری چیزا رو اگه بدونی که با ویلا دایی چاقه چای داغه. یاد خودم افتادم، بعضی وقتا میومدم میگفتم یه اتفاقی هست به زودی میفهمید، بعد میگفتن یزیدا خب بگو، الان فهمیدم. یعنی شما میگفتید یزید بگو نه یزیدا خب بگو. الان فهمیدم چقدر کارم رو مخ بود، چون الان داره میگه یه سری چیزا رو بدونی خب یا بگو یا نگو، اصلا چه جوریه. بعد آقا این دایی چاقه چای داغه رو هنوز استفاده میکنن؟ من خیلی وقت بود نشینده بودم، قدیما زیاد میگفتن، یا مثلا دماغ چاقه، مثلا میخواستن احوال پرسی کنن بگن حالت خوبه، گفتن دماغ چاقه. و من بچه بودم اینجوری بودم که بابا اینا چرا دارن دماغ ما رو مسخره میکنن، دماغمون هم چاق بود همیشه. یا مثلا مشقاتو کردی، یعنی قدیما نمیدونم کجاها میگفتن، تو تهران اینجوری بود، میگفتن مشقاتو کردی، مشقی کردنی بود، مشق نوشتنی بود. اصلا افسانه ها میگن ایرانی ها باکره دنیا نمیرن چون همیشه مشقاشون رو کردن، یعنی اینکه خیلی شاگرد تنبل باشن. نخندیدی؟ از این مسخره بازی ها که بگذریم، اینو گفتم یاده یه چیزی بود که تو اینستاگرام خونده بودم، چسبونده بودم به کرت کوبین، نمیدونم واقعیه یا نه، ولی دوست دارم لفظشو. میگه هیچی از دنیا باکره نمیره چون دنیا هممونو پاچم در و دیوار به هم میگن چابلا. میگم ما عجیبیم، عجیم عجیم میکنیم، یا تو هم ناپدیدی، اگه با ما فرندی تبریک ترندی، چون ما میدیم اکسیر، بگو کی قایده مثل ما این شکلی. کلن حرفش این بوده، هی میگین چیکار کنیم ترند چیم، چیکار کنیم ترند نشیم، اینا اکسیرهای پاپا بویز، برید پیام بدید فرند چی نوشه جان ترند. بیم عجیم عجیم میکنیم، یا تو هم ناپدیدی، اگه با ما فرندی تبریک ترندی، چون ما میدیم اکسیر، بگو کی قایده مثل ما این شکلی. تو فکر میکنی ورد، میگم اما هری جدی، بعضی وقتا قیف میشم، بعضی وقتا پرواز، بعضی وقتا یکی هم، بعضی وقتا چند تا، چی میگه اینا گنگ 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 تاب. طرف گفت راجبه حالا هوا بگو، میگه من جادوگرم، دانشمندن اکسیر درست کرده، با این اکسیر میتونی ترند چی اگه با ما رفیقی بهت میدیم، در غیر این صورت نه. بعدش هم من اینجوریم، تا اینجا که این بود اوکی. قهوه ین ان یعنی مطمئن، میگه اینا گنگ 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 تابلو ان، قهوه ین ان یعنی مطمئن، نه ان قپی اجمن، با یه سری ترک دو دلم بزنم آخه تا دست پاپا کپی کردن با لیلا. کیا پاپا کپی کردن؟ سوالی است. سری چیزا رو اگه بدونی که با ویلا دایی چاقه چایی داقه، بپچم در دیبا به میگن چاول، چه کاسه بیداقه حسابی، تراژدی راه تجاری، تراژدی راه تجاری، دراما هم راه تجاری. حالا کیا؟ انیان گنگشون قهوه‌ای، گذاشته بر عهده خود مخاطب، من که نظر نمیدم. تراولیم لای هزاری با کیف پول، متوسم کار اداری، رسپانسرشون هم کیف پول، اینجا یه شاتاوت میدن. یاس میگفت که هزاری های نه صدی های لای هزاری، صدی پاره های لای هزاری، هر چی چیزایی، ولی میگه مارکت همه مثل هزاری مزاری هن، تو کیف پول ما تراولیم این وسط و ارزش. چرا دارم اینو توضیح میدم؟ منطقی، برای اینکه کپی رایت. به ما نمیاد که بخوابیم، تهران اعتیاد بگایی، نه به دراگ زیاده کشانی، بنده خدا باید بیای با ما جیم.
گیجم تو این آهنگ. به چه با زبونه اشاری؟ بچه میخواد ازم اشانی؟ هر کدومتون انتقادی؟ به چه با زبونه اشاری؟ فکر کنم منظورش نیست با زبون اشاره، اصلا بچه میخواد اشانی، فکر کنم اشانی هم منظورش اشانتیونه، مثلا هم اینجا میره. یه حالتی که بابا حال کرد، یه بچه هم چون به هر حال جن خاص خوبه دیگه، اشانتیون یه حالی بده، یه بچه بیاد بعدن یه حرکتی، حالا یه شاید بخوام بعدن هزانت رو میدونی این داستانا چیز کنه که مثلا خرج بچه رو بده اینا. هر کدومتون انتقادی؟ دارین گوشا پریود بتادین؟ هر کدوم انتقادی دارید گوشا، یعنی خون اومده گوشا، بتادین خونیه، بتادین هم برای قافیه گفتیه، یا نه گوشاتون خون اومده، گوشا خون اومده باید بتادین بزنی. نمیفهمم چرا من الان اصلا انتقادی دارین گوشا پریود بتادین، تو رو چه ببین کده بازی، برو تست میکروب شناسی، ترپر کپ به چه ماند مثل لین بی پرومتازین، ترپر کپ به چه ماند لین بی پرومتازین. پرومتازین یه ماده آرام بخشیه دیگه، لین هم که میدونید شل میکنه دیگه، ولی فکر میکنم تو لینای خیلی با کیفیت هست درست حسابی، نه اونایی که دست اینا درست میکنن اینا که کد اینا میریزن میکنم اونقدر، ولی برای همین فکر کنم داره اینو میگه دیگه، میگه مثلا این لینای میمونین که خودشون مثلا درست میکنن و این حرفا. البته نمیدونم تو شربت سرفه هم هست اصلا، چرا نمیدونم دارم توضیح میدم، فکر میکنم فقط میدونم آرام بخشه، این ماده آرام بخش. حالا من خیلی لین باز نیستم، همچین فلکسی هم نه، با لین کسی مرد نمیشه، راست شو بخوای ظرفامونو بشوریم هنر کردیم، لینو بده بره با لیلا، یه سه چیزا رو اگه بدونی که وا بیلا، دایی چاقه چای داغه، به پاچم در و دیوار به هم میگن چابلا، وا لیلا یه سه چیزا رو اگه بدونی که وا بیلا، دایی چاقه. یه پاز بزنیم. الا بلا آمبرلا بیا رابه آبه لا بلا با بلا آمبرلا. یه معلم تاریخ ما داشتیم یکم هم گیم میزد، همهش گفتن که قاسمی، آقای قاسمی معلم تاریخ پردیس سلام. یه همیشه اینجوری میکنم گو آمبرلا اون برلا، حالا میتونه منظوریشون اونم آمبرلا رو این وسط گفت یا آمبرلا. الا بلا آمبرلا بیا رابه آبه لا بلا با بلا رابرا با بلا، درست شنیدم؟ یا لا بلا با بلا اون وسط مسطا، یا با بلا یا بلا حدید مثلا میزنیم، یا رابرا با بلا حدید آمبرلا میره. بعدش هم که اسم چند تا دختر دوباره میگه دیگه، لا بلا اینا با بلا، ها لا جاله لاله باله همه انا للا موزیکان پاره پاره پپزا بگم سال اکیو کاره چه با حال بود مال ماس انا للا موزیکان پاره پاره بازه بگم ساده ساده همه ما رو میخوان آره آره جلو شیکم پاپولیستن یا نولید دنبال رابط جیوپولیتیک نفهمیدیم از جلو شیکن پاپولیستن یا نولید نمیدونم به ذهنم یه چیزی رسید میخوام راجبش حرف بزنم. همینجوری توی ترکیه نماهای ساختمونا رو یونولیت میزنن بعد روش نقاشی میکشن، بعد مثلا فکر میکنی خیلی خوشگله چی زده فلان، اینا یونولیته، یعنی همچین نمای خاصی نیست، خیلی خوب درش میارن. میگی چی میگم؟ حالا اینا رو بذار بغل هم، شاید منظورش بود شاید هم نبود. شیکم پاپولیستن یونولیت دنبال رابط جیوپولیتیک نفهمیدیم اگزیستانسیالیسته ای هومانیستی توته تئوری طبق تحلیل داده آماره زیدید بیشتر از 11 کاباره بابا بیزی کارا ایزی کار ته تحقیقات زیدید بیشتر از 11 کاباره زیرش گفت قاره بگم آیه کانابیس فهم میکنه کاره ولی لا کاره این ورسم اگه انو جا داره یه نکته بیم قد کاغانه آدروی چغره و چاغاله رپانی پیست اسکی اپاپاه واوله قرار بود نگی که گفت این ورسه اگه جا داره، فکر کنم دوتا مثلا مونده بود حالا 12 16 یا 18 هر چی رو بزنه، ورسه اگه جا داره یه نکته بگم قد کاگانه، یه نکته کوچولو هم چقدر مهم هم نی کوچولوه، آدروید چقره و چاغاله. اوکی آدروید اسکی کرده پاپا وایس کجا چی بوده داستان آدروید امروز یه سری وایس یه سری درگیری عجیب غریبی با سین و این برنامه یه سری وایس های خیلی طولانیه سر و تهی هم خیلی نداشت اینا داشتن، گفت پاپا وایس یکی به ما گفته اون که پیش ضبط کردن امروز میخواد دیس بده لیک کنم فلان مهمان اینا، نمیدونم کجا ضبط شده کی بودی ولی هر کی که هستی این حرکت اوج چاغال بودنه، یعنی تو وقتی این کارو میکنی برای خود شیرینی و خای مالی هر کی میخواد طرفت باشه چاغال بازیه، یکی اومده به تو اعتماد کرده اونجا کارو ضبط کرده فلان تو میری. یکی از مشکلات رپ فارسی اینه که خیلی آدم اینجوری توش هست، برای مثال
دو سال پیش اینا بود، یه بابای خیلی هم گنگ میخوند و فاز گنگ داشت، اینا به زور برده بودن توی دیسترکی که نمیخواست بره. حالا پاپا بویز هم داره از این چیزا میگه، ما هم بگیم حالا کی بود دیگه بماند، حالا جاداش بگیم. این بابا رو به زور برده بودن تو دیسترک، آقای گنگو نمیخواست اونجا هم باشه، دیسترکی کسی هم بود که این فنش بود. بعد اومد یهو به ما پیام داد، گفت بابا من اونو دوست دارم، میخوام باش کار کنم. اینا به زور هم میگم نه، اینا میگن نه بعد بخونی، نمیذارن ما نخونیم. گفتش که آقا بیا این دیستر رو من برای جلو جلو میفرستم، تو بفرست برای اون، ببین که آجی ما مثلا دوستش داریم و حال میکنیم و اینا، این مسئله موری که من مثلا وفادار تو هم شیر تو این. اون یکی نفره که دیست شده بود که به هیچ ورش نبود و اصلا توش هم نبود اصلا که دیستش داره میکنه اینا، این بابا هم میخواست باش فیت بده. بعد که مثلا اومده بود دیست و مثلا سعی کنه بفرسته بده به دست اون و اینا، حالا یه لینک ریزی یه جا خورده بود فلا اینا که مثلا بیام کار کنم، بابا گفته بود داداش اینجوریه مثلا بعد هزینه بدی، بعد بهش برخورده بود اومده بود داشت اونم دیس میگم یعنی تیکه مینداخت و فلانو. اگر برای انتظاری کاری میکنید نکنید، و این کار تو وقتی قراره کیر بکنی تو یکی، اون کاری هم که خودت به یکی میسپری کلاش. پس به جای اینکه بیاین این حالت دومینوی کلا هم زدن و که حالا شاید هم خیلی عقص از روی خصومت نموشه، صرفا از روی اون چغال بازیه باشه، میخواین کنین لاهم، اینو قطع بکنین، کار درست انجام بدین که کارها هم براتون درست انجام بشه. چون هر چقدر هم که شما چاقال بازی زیر زیرکی دراری، یه جا رو میشه هر چی ساختی اینجور گر 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 میریزه، مثل دقیقا همین دومینو دیدی میزنن اینجور گر 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 گر. پس این چاقال بازی ها رو بده بره، پول گرفتی بیان پیشت، یا نه خواهی مالی کردی یا رو بیاد پیشت ضبط کنی فیت بدی بیت بزنی، ها بعدش این کارا چیه؟ آه الان این اومده اینجا چیز کنی، بابا این چیزا بده بره. بعد همه هم مشکل دارن چرا این اینجا اینجوری هم. کار کوچیکایی که هست معمولی درست انجام بدید. بعد حالا یه چیزی مود شده جدیدن خودشون ترکلیک میکنن، یعنی ترکایی که میبینن قدیمی شده نمیخوایم بدیم فلان اینا، مثلا عروش گذشتی هم مثلا ورسر توی ها انداختیم اینا، میان خودشون لیک میکنن، یعنی پشمام ریخته. این حدسیات من نیست و بعضی ها فهم میکنن من بعضی جا حدس میزنم، نه من بعضی جا زنگ میزنم بعضی ها به میگن و میبینیم فلان و اینا، حالا ما هم زنگ نمیزنیم که بپرسیم، اونا خودشون میگن، چون این بازیه هست، یعنی زنگ میزنی یه نفر چطور اینو راستی فلانی مثلا این کار کرد، این هست، حتی خود طرف لیک کرده بود و آقا این هست اصلا. بعضی از این استودیو اینا که صد هزار مرتبه شکر تمام دیستریبیوتور منیجرها و منیجرها و اینا هی داره یکی میشه، اکیپ مثلا یکی 30 نفر زیر دستشن آپلود میکنه اینا، سیاستو همه اینا همه اون داره مثلا میکنه اینا خودشون هم این کارو کرده بودن و این کارو میکنن. چون اصلا برام سوال مگه میشه آجی اینقدر آقا یه استودیو هی میری لیک میکنه، خب کسی دیگه نمیره دیگه، چجوری اینقدر هی ترک لیک میشه و فلان اینا، بجز یکی که مثلا یه مشکلی خورده حالا مثلا سروش که یه داستان اونجوری داشت یا دورچی، چجوری اصلا ترک اینجوری بعد لیک بشه؟ بعد فهمیدیم که ندادش اینا خودشون ترک میان لیک میکنن و بعضی هم شکست بوده واسه شون، چون جدیدن همون بابایی که ما میگفتیم ترک ازشون لیک شده بود تیم، دوباره یه ترک ازشون لیک شد تو 12 ساعت 56 تا خورد. خب اینجوری بدتر دارین آبرو خودتون رو میبرید، نکنید بابا، بی خیال لوازی و چاقال بازی و این چیزا، بابا سیاست درست، مثلا کار خوب بدید، کار باحال بدید، رو کار وقت بذارید، برید فرمولای جدید یاد بگیرید، کلمات جدید، میدونی اینا ایده های جدید. یه کار هی بخوای بکنه اون کار تاریخ مصرفش میگذره، با این بازیام شاید یه مدت محدود یا یهو اینجوری بیای بالا، ولی مثل بالونه این بالا اومدنه، میای بالا یهو تق میخوره اونجا میتره که با میخوری زمین، اونم که زمین خوردی کمرمره شکسته دیسمیس داغون، حالا یا میتونی پاشی یا نمیتونی، کلا تونستی پاشی هم کنت باره است. ولی بیا مثل آدم پله پله پله، وقتی پله پله میای بالا درست میسازی زیر بنا رو، بیفتی پایینم یه پله میفتی، نه دو پله میفتی، دوباره راحت‌تر برمیگردی. این کار اینجوری میری بالا زور، همینه میبینیم یارو میاد با مثلا با موج فلان چیز یهو میاد دو روز بالا فازش هم میگیره، ما زودی خبر ازش نیست، دیدیم دیگه تو نسل 4 این همه آدم بودن الان مثلا کجان، آهنگ بدن ته تهش 500 تا ویو بخوره. من چی دارم میگم؟ بنابراین درست کار کنید، بدید بره، ولش کن. میگه گفتی که داداش دستم خورد، نه بعد میگفت دایی چاقه چایی هم که داغه پاچیدم در دیوار. پاپا بویز صدای من رو دارید؟ بله، فکر میکنم که ارتباطمون رو باهاشون از دست دادیم. اسپانسر این برنامه کیف پول دات می بود، خیلی ممنون که با ما بودین و شب و روزتان گلبارا. ایده باحال بود.
ایده باحال بود، جذاب بود، قافیه ها باحال بود، کلمات سختی هم انتخاب کرده بودن برای قافیه کردن و مسیر جالبی بود برای یه بار گوش دادن اینا، باحال بود. نرفت تو فیوریتام از پاپا بویز، ولی دوست داشتم مسیر و خلاقیتشون، دوست داشتم اینکه کلیت کارشون اینه که فانن و بامزن و کارهای خلاق و اینا میکنن، ولی درگیر یک داستان نمیشن که الان مثلا فرمولاسیون اینه جواب گرفته هی بیایم اینمون بدیم، اینا کارهای متفاوت دارن میکنن، سناریوهای متفاوت میچینن اینا، این باحاله. خاصم شید بهش میگم، ولی نرفت توی پلیلیستم. اینجا هم یادم رفت بگم پاپا بویز و آپولوان خیلی آهنگساز باحالیه، کارش درسته، دمشون گرم. نظر شما چی بود؟ حتما توی کامنت ها بنویسید موافق بودید با اون یه تیکش راجع به آدرویت یا نه. من نظر خودم رو نمیگم، برو بریم. See you soon.